ایشون بالای منبر در مسجد فرمودن به این که من قالا فی مهر امرأتن جعلته فی بیت المال، حرام است که مهر زنان زیاد باشه، و اگر مهری را خبردار بشود که قرار دادن و زیاد هست، من اون مهر را مصادره میکنم و جعلته فی بیت المال. این داستان معروفه، مدارک هم بسیار زیاد داره. رواتش کیا هستن؟ قرطبی، زمخشری، نیشابوری، ابن کثیر، کاظم، سیوطی و غیر اینها این قضیه را روایت کردن در ذیل آیه و آتیتم احداهن قنطارا در سوره نساء آیه 20 نگاه بکنید. از محدثین احمد ابن حنبل، طبرانی، عرض کنم که عبدالرزاق و دیگران روایت کردن که نگاه کنید به کتاب الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور در ذیل همین آیه مبارکه. حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک میگوید این قضیه اصلا متواتره، قد تواترت الاسانید الصحیحه، به این قضیه که خطبه عمر بن خطاب بالای منبر به این معنا که کسی حق نداره مهر زیاد بگذاره و اگر گذاشت من مصادره میکنم میگذارم در بیت المال. پس در ثبوت این قضیه نمیشه مناقشه کرد و در سندش اصلا جای خدشه نیست. خب ایشون این مطلب رو که بالای منبر فرمودن، خانومی پیدا شد گفت به این که ما حرف تو را قبول کنیم و حرف قرآن را قبول کنیم، مگه قرآن نخوندی؟ و آتی تو احداهن قنطارا. گفت عجب، کل الناس افقه من عمر حتی المخدرات فی البیوت، کل الناس افقه من عمر حتی المخدرات فی البیوت.